ارتباط سلام دوستان عزیز بنده علیرضا پارسای مشاور رسمی مهاجرت کانادا استاد رشته مهاجرت در اشتن کالج و نویسنده کتاب انگلیسی زبان 88 نکته درباره مهاجرت به کانادا یا 88 tips about immigration to Canada هستم و نویسنده وبسایت مهاجران کانادا در این جلسه میخوام راجع به معروف ترین روش مهاجرت کانادا یعنی اکسپرس انتری صحبت بکنم سعی میکنم که مباحث رو ظرف کمتر از نیم ساعت خلاصه بکنم که شما عزیزان اگر مایل هستید برای این روش اقدام میکنید بتونید دست به کار بشید قبل از اینکه بخوام در مورد اکسپرس انتری صحبت کنم دو تا موضوع رو باید مطرح بکنم یکی مسئله طبق بندی مشاغل در کانادا است و یکی هم بحث آشنایی با زبانهای رسمی کانادا است بعد از اون میتونیم اینها رو معرفی کنیم چون مرتب باید به این دو تا مورد اشاره بکنم مسئله طبق بندی مشاقل به این شکل هست که دولت کانادا اومده و تمام مشاقل رو در کانادا دست بندی کرده و در یک قالبی که بهش میگن NOC یا ناک یا National Occupational Classification قرار داده که NOC Matrix خود مشاقل رو میاد در دسته های مختلف و سطوح مختلف تقسیم بنده میکنه چیزی که برای ما مهمه سطح اون شغل برای مهاجرت به کانادا که این سطح از پایین ترین سطح شروع میشه به اسم ناک کود دی که اینها مشاغل کارگری هستند که معمولا احتیاج به تحصیلات خاصی ندارن بعد از اون یک مرحله میریم بالاتر که میشه ناک کود سی که در واقع سی مشاقلی هستن که معمولا شما باید برش دیپلم دبیرستان داشته باشید و در ضمن وقتی که مشغول به کار میشین سر کار شما رو آموزش میدن در موردشون بعد از اون ما ناک کد بی داریم که معمولا به خاطر ناک کد بی شما باید مدرک کاردانی داشته باشید کالج رفته باشید و درس خونده باشید تحصیل کرده باشید بعد از اون یک مرحله بالاتر ناک کد ای رو داریم که اینها مشاغلی هستند که به طور معمول برای ورود بهشون نیاز دارید که تحصیلات دانشگاهی داشته باشید و در بالاترین درجه اگر اسمش بذاریم بالاترین درجه ناک تایپ زیرو رو داریم که در واقع اینهاش مشاغل مدیریتی هستند که حالا مشاغل مدیریتی میتونه مدیریت یک رستوران باشه یا مدیریتی یک شرکت بزرگ باشه از فرق نمیکنه همه اینها میشن ناک زیرو به طور معمول برای اکسپرس انتری ما اصولا نمیتونیم از روشی از شکلی اقدام بکنیم که ناک سی یا ناک دی باشه ما فقط میتونیم برای ناک صفر ای و بی اقدام بکنیم که حالا جلوتر بریم من اطلاعات دقیقتر رو خدمتون میگم مسئله بعدی زبانه کانادا جزو کشورهایی است که دو تا زبان رسمی داره یک دونه زبان رسمی نداره که یکی از این زبان ها انگلیسی است که تقریبا دو سوم مردم کانادا به زبان انگلیسی صحبت می کنند و زبان دیگر زبان فرانسه است که حدود یک سوم مردم کانادا به این زبان صحبت می کنند شما برای اینکه مهاجرت بکنید به کانادا برای بیشتر روش های مهاجرت و به خصوص در زمینه ای اکسپرس انتری حتما باید به دولت کانادا ثابت بکنید که با یکی از این دو تا زبان و ترجمه با هر دوتای اونها آشنایی کامل و خوبی دارید برای اینکه این رو ثابت بکنید دولت کانادا دو تا آزمون زبان انگلیسی پیش بینی کرده و دو تا آزمون زبان فرانسه که شما باید یکی از این چهار تا آزمون رو حداقل بدید اگر که حالا با هر دو تا زبان فرانسه و انگلیسی آشنا دارید یک از آزمون های انگلیسی رو باید بدید و یکی از آزمون های زبان فارس، زبان فرانسه رو باید بدید آزمون های زبان انگلیسی معروفترینشون آیلس هست یا آیلس جنرال چون آیلس دو تا داره آکادمیک داره و جنرال که شما باید حتما آیلس جنرال رو بدین و آزمون دوم آزمون سلپیپ هست سی ای ال پی پی که آزمون سلپیپ در حال حاضر فقط در کشور کانادا برگزار میشه اخیرا این آزمون رو در هند رو هم برگزار میکنم و بناست که آروم آروم در کشورهای دیگه هم برگزار بشه یکی از این دوتا آزمون آیلس جنرال یا سلپیپ جنرال چون سلپیپ هم یه مدل داره به اسم ال که اونو نمیتونید بدید برای فرانسه هم باز دو تا زبان وجود داره آزمون زبان یکی تف یا تف کندا و یکی دیگه هم اسمش هست تی سی اف کندا که باید یکی از این دو تا آزمون رو هم در شرکت کنید اجباری نیست که هم فرانسه بلد باشید هم انگلیسی ولی به هر حال اگر هر دو رو بلدید باید هر دو تا آزمون رو یعنی یک آزمون فرانسه و یک آزمون انگلیسی رو بدید خب اما بریم سراغ اکسپرس انتری اکسپرس انتری در زیر شاخه یک مجموعه از روش های مهاجرت به کانادا قرار میگیره که مهاجرت اقتصادی نام دارن یا اکنامی کلاس که اگر جلسه دوم و اول صحبت های من رو دیده باشین من راجع به اکنامی کلاس صحبت کردم به خصوص در جلسه اول اکنامی کلاس مربوط به کسایی است که در واقع میخوان بیان کانادا و به واسطه تواناییشون، سوادشون، سوابق کاریشون بیان و در کانادا جا بیفتن رشد بکنن و خب کانادا هم از توانایی اون... توانای های اونها بهرهمند بشه این میشه در واقع روش مهاجرت اقتصادی یا اکنامی کلاس که این روش مهاجرت اقتصادی در زیر شاخه بند دوی اصل دوازده قانون مهاجرت کانادا تعریف شده اما خود اکونومیک کلاس به دو گروه تقسیم میشه یکی گزینه های فدرال هستن و یکی گزینه های استانی هستن که گزینه های استانی وقتی است که شما میخواین به یک استان خاص کانادا مهاجرت بکنید که از اونها استفاده میکنید و گزینه های فدرال وقتی است که هدف شما ممکن زندگی در هر کجای کانادا به جز استان کبک باشه خود گزینه های استانی که بحث کاملا جدا است و الان نمیتونیم راجع به صحبت کنیم ولی گزینه فدرال خودش تقسیم میشه به چند روش مختلف که یکی از اونها که معروف نشون باشه سیستم اکسپرس انتریه که در واقع اکسپرس انتری یک روش خاص مهاجرت نیست واقعیتش اینه که سه تا روش مهاجرت که حالا راجع بهشون صحبت خواهم کرد تحت یک سیستم به اسم اکسپرس انتری هدایت میشن و میتونید برای هر کدوم از اونها از طریق اکسپرس انتری اقدام بکنید اما در کنار اکسپرس انتری ما روش های مهاجرت اکونومیک فدرالی داریم که زیرگروه اکسپرس انتری نیستن مثل خود یا سلف employed کلاس که برای هنرمندان و ورزشکاران پیش بینی شده و همینطور روش ستارتاپ ویزا که برای افراد کارآفرین پیش بینی شده یه سری گزینه هم داریم که اینها میان و میرن مثل یک برنامه آزمایشی داریم برای استان آتلانتیک مثل برنامه که برای کرگیورا داریم برنامه که در مارچ 2020 شروع خواهد شد برای یک گروه از کشاورزا که بتونن به کانادا مهاجرت کنن یا برنامه که از اول سال 2020 شروع شده برای یه کسانی که به 11 تا منطقه دوردست کانادا قصد مهاجرت خواهند داشت این روش ها معمولا دائمی نیستن میان و میرن الان اون روش هایی که دائمی هستن فعلا اکسپرس انتری، سلف ایمپلوید و استارت ویزا هست که طبیعتا ما امروز راجع به اکسپرس انتری میخوایم صحبت بکنیم اکسپرس انتری خودش تقسیم میشه به سه روش مهاجرت یعنی به عبارت دیگه شما برای اینکه وارد سیستم اکسپرس انتری بشید اول باید ببینید که آیا شرایط یکی از این سه روش مهاجرت رو دارید یا خیر تا اینها رو نداشته باشید اصلا نمیتونید از اکسپرس انتری اقدام بکنید این سه روش شامل اینها میشه اولیش که یکی از قدیمی ترین و شاید معروف ترین روش های مهاجرت به کانادا باشه اسمش هست فدرال اسکیلد ورکر class یا FSWC federal skilled worker class یا بعض وقت‌ها بهش میگیم FSW FSWP اسمای دیگه هم داره این برای کسانی است که با توجه به سن نشون سابقه کارشون و غیره میتونن به کانادا مهاجرت بکنن که بیشتر راجع صحبت میکنیم دومین دسته اصطلاحا بهش میگن Canadian Experience Class یا CEC که روش Canadian Experience Class برای کسانی است که سابقه کار در کانادا دارن و اومدن کانادا حالا با اجازه کار و در کشور کانادا کار کردن و پول دروردن اینها هم میتونن اقدام بکنن برای مهاجرت از دیرشاخه شاخه اکسپرس انتری و سومین گروه FSTP اسمش هست یا فدرال اسکیل تریس پروگرام که این رو میتونیم بگیم مهاجرت پیشوران که این پیش بینی شده برای کسایی که در زمینه مثل جوشکاری مثل لوله کشی و امثال اون تخصص دارن کار کردن و میخوان که از اون طریق وارد خاک کانادا بشن به طور کلی اگر بخوایم نگاه کنیم اکسپرس انتری میتونم بگم که حدود به طور معمول حدود 60 درصد کسایی که از اکسپرس انتری اقدام میکنن کسایی هستند که از روش کانادین اکسپریانس کلاس اقدام کردن یا سابقه کار کانادایی و علت هم داره به خاطر اینکه خیلی راحت میتونن امتیاز بیارن ولی به هر حال گروه دوم FSWC یا همون گروه کارکنان ماهر هست و گروه سوم که گروه خیلی کوچیکی است و معمولا کمتر از سالی 2000 نفر از این روش اقدام میکنن از طریق اکسپرس انتری روش FSTP یا FSTC هست خب بریم سراغ FSWC برای اینکه برای روش فدرال اسکیل ورکر کلاس یا روش کارکنان ماهر بتونید اقدام بکنید دو تا مسئله رو باید در نظر بگیرید مسئله شماره یک این هستش که شما باید به اداره مهاجرت نشون بدید که یک سری حد ها رو دارید درست شد یعنی شما تا این حد ها رو نداشته باشید اصلا نمیتونید اقدام بکنید این حد ها در واقع توی سه شاخ است یکیش بحث سابقه کاره یکی دیگهش بحث تحصیلات و یکی دیگه بحث زبانه سابقه کار این هستش که باید به اداره مهاجرت نشون بدید که در ده سال گذشته حداقل یک سال به صورت پیوسته و معادل تمام وقت که تمام وقت میشه هفته سی ساعت از نظر قانون مهاجرت کانادا شما در یک شغلی سابقه کار دارید که این سابقه اون کاری که داشتین و اون شغلی که داشتین یا ناک صفره یا ناک ایه یا ناک بیه این خیلی مهمه این کاری که شما انجام دادید میتونه داخل خاک کانادا باشه میتونه خارج از خاک کانادا باشه تو کشور خودتون باشه هیچ مشکل نداره دومین مسئله بحث تحصیلات شما باید اگر تحصیلات داخل کانادا دارید در دانشگاه و کالج های کانادایی مشکلی معمولا نیست اما اگر که خارج از کانادا تحصیل کردید حتما باید مدارک تحصیلیتون رو اول بفرستید به یک سازمانی که اصطلاحا سازمان های ارزشابی هستن و اصطلاحا اونها یک مدرکی رو برای شما صادر میکنن به اسم ECA که در واقع این ECA که مخفف Educational credential assessment هست نشون میده که اگر تحصیلات شما در کانادا بود معادل چه چیزی بود یعنی به عبارت دیگه حتما تحصیلات شما باید توسط اون سازمان ها اول ارزشیابی بشه وگرنه شما نمیتونید اقدام بکنید برای مهاجرت FSWC از طریق اکسپرس انتری و سومی بحث زبانه شما باید حتما یکی از اون چهار تا آزمون زبانی رو که گفتم درش شرکت بکنید و ای که میارین طبق سیستم کانادایی باید اصطلاحاً CLB هفت باشه که CLB مخفف کانادا لنگویج بنچمارک هست و کانادا لنگویج بنچمارک میاد و سطح زبان افرادو بین یک تا دوازه تقسیم میکنه توی اون چهار آزمون تنها آزمونی که نمرهی که به شما میده معادل CLB هست آزمون پیپه ولی به هر حال شما باید سی بی هفت باشید یعنی در واقع اگه آزمون سل پیپ میدین باید در تمام زیر شاخه های اون آزمون که لیسنینگ و سپیکینگ و رایتینگ و ریدینگ هست تو هیچ کدومتون نمرتون زیر سلپی به هفت نشه اگر امتحان آیلس جنرال میدین باید نمره شما توی هیچ کدوم از اون زیر ها از 6 کمتر نشه در اگر که مثلا شما ریدینگتون بشه پنج و نیم ولی بقیه بشه 6 شیش, شیش و نیم یا هر چیز دیگه اصلا نمیتونید برای اکسپرس انتری اقدام بکنید به این دلیل که شما حداقل شرایط FSWC رو ندارید اگر میخواید از زیر شاخه FSWC برید جلو این نکته ای مهم نیست در مورد تف کانادا و TCF کانادا چون امتیازاتشون خورده پیچیده است پیشنهاد میکنم به روی سایت settler.ca وبسایت ما و اونجا که وبسایت آدرسش هم اینجا نوشته شده زیر این تصویر میتونید تشریف ببرید اونجا و ببینید جدول نمرات رو برای تف و TCF پس اینا حد اقل است شما اگر این حد رو نداشته باشین یعنی تحصیلاتتون معادل یابی نشده باشه برای کانادا یک سال سابقه کار حداقل نداشته باشین و یا اینکه نمره زبانتون از CLB7 کمتر باشه یا از امتحان زبان نداده باشید اصلا نمیتونید تحت FSWC توی Express Entry اقدام میکنید اگر اقدام بکنید به محض اینکه فرم پر میکنید دکمه ساب میتونید میزنید می ریجکت خواهید شد مسئله بعدی امتیاز بندیه شما در کنار این که در واقع حد ها رو دارید یه سیستم امتیاز بندی هم FSWC داره که 100 امتیازه شما باید از این 100 امتیاز حداقل 67 امتیاز رو بیارید اگر 67 امتیاز رو نگیرید اصلا نمیتونید اقدام کنید حالا این تو این جلسه فرصتی نیست من میخوام ریز اونها رو بگم ولی خیلی ساده بگم مکسیموم امتیاز ها رو برای هر زیرگروه FSWC میگم سن حد اکثر 12 امتیاز خواهد داشت تحصیلات حد اکثر 25 امتیاز داره سابقه کار حد اکثر 15 امتیاز آشنایی با زبانهای رسمی کانادا حداکثر اکثر 28 امتیاز پیشنهاد کاری 10 امتیاز در کانادا و همینطور انتباق پذیری و ادپتیبیلیتی حد اکثر 10 امتیاز مثل اینکه فامیل توی کانادا داشته باشین یا همسرتون تحصیل کرده باشه یا سطح زبان همسرتون خوب باشه این در مجموعش میشه صد امتیاز شما باید از این صد امتیاز حداقل 67 امتیاز بیارید پس اولین زیر گروه اکسپرس انتری FSWC یا اسکیل ورکره که شما باید هم حد اقل رو داشته باشین هم 67 امتیاز از 100 امتیاز اوورده باشین که تو این زیرگروه بتونید اقدام کنید من پیش اومده کسی که اومده توی آفیس هم گفته من امتیازات اکسپرس انتیرم رو حساب کردم خوب بود ولی وقتی که رفتم اپلیکیشن رو باز کردم دکمه که ساب میتو زدم ریجکت هم کردن چرا اینطوری شد؟ جواب من بهشون این بود که متاسفانه شما این حد ها رو نداشتید برای همین پروندهتون رو بلا فاصله سیستم ریجکت کرده اصلا به دست آفیسر نرسیده خب این زیرگروه اول اگر شرط رو داشتید که میتونید اقدام کنید اگر نداشتید بهت نگاه کنید ببینید که آیا اون دو تای دیگر رو شرطشون دارین یا نه دومی کانادین اکسپریانس کلاس یا CEC هست CEC خوشبختانه سیستم امتیاز بندی نداره فقط یه سری حد اقل ها رو داره حد اقل هاش هم باز میشه سابقه کار زبان و تحصیلات در مورد سابقه کار شما باید نشون بدید که در سه سال گذشته حداقل یک سال در ناک صفر یا A یا B توی خاک کانادا کار کردید و این کارتون کاری بوده که سلف ایمپلوید نبوده خود اشتغال نبوده و بهتون حقوق دادن پس این باید در سه سال گذشته سه سال قبل از که اپلیکیشن رو باز بکنید حداقل یک سال در داخل خاک کانادا کار کرده باشید ناک B A و صفر و دقت بکنید که این کار شما باید قانونی هم باشه یعنی به خاطرش اجازه کاری چیزی گرفته بودید که اجازه داشتین داخل خاک کانادا کار بکنید و اون یک سال رو جمع کردید این اصلی ترین شرط کانادین اکسپریانس کلاس یا CEC هست دوممی مسئله باز بحث تحصیلاتی که باید نشون بدید که تحصیلاتتون در در واقع ام چیز بوده رفتن ایCAشون رو گرفتین اگر تحصیلاتون خارج از کاناداست که بدونن که معادلش به کانادایی چی میشه ولی سومی که باز هم مهم میشه بحث زبانه که اینجا اگر سابقه کارتون در داخل خاک کانادا در زیرگروه ناک A یا صفر بوده اون وقت باید نمره زبانتون حداقل CLB هفت باشه اگر که ناک B بوده اون وقت باید CLB پنج باشه پس اینا میشه حداقل های روش سی اگر این حداقل ها رو داشتین میتونید اقدام بکنید برای اکسپرس انتری اما اگر که شرایط FSWC رو ندارید، شرایط CEC رو ندارید، نگاه بکنید به شرایط FSTC یا در واقع اسکیل Traits. اسکیل Traits برای کسانی است که ارز کردم در گروه های مثل جوشکاری مثل تعمیرات خودروهای سنگین مثل کار لوله کشی و امثال اون فعالیت کردن برای این باید یه سری حد اقل ها رو در نظر بگیریم اولا که اداره مهاجرت یه لیست مشخص از مشاقل رو داره که باید حتما سابقه کار شما تو اون مشاقل بوده باشه که همه هم بلا استثنان ناک بی هستن که اگر دوست داشته باشید برید روی سایت settler.ca ما لیست تمام اون مشاقل رو در قالب جدول های مشخصی اووردیم و حتما باید نشون بدید که در پنج سال گذشته حداقل دو سال سابقه کار تمام وقت در یکی از این مشاقل داشتید یعنی به عبارت دیگه باید تو اون لیست مورد قبول شامل حالتون بشه و حداقل در پنج سال گذشته با یک دو سال سابقه یک کار نشون بدید در اون مشاقل مورد قبول برای در واقع FSTC بحث بعدی بحث زبانه که شما در مورد FSTC باید نشان بدهید که سطح زبان انگلیسی قابل قبول دارید خوشبختانه در مورد FSTC یک مقدار مینیموم زبان متفاوته در زیر شاخه لیسنینگ و سپیکینگ باید شما CLB 5 باشین در شاخه رایتینگ و ریدینگ CLB 4 باشین یعنی با سطح زبان خیلی پایینی میشه تحت FSTC وارد پول اکسپرس انتری شد و برای اکسپرس انتری اقدام کرد ولی خب اینا قسمت های سختش نیست یعنی سابقه کار زبان سختش نیست قسمت سخت ماجرا بحث پیشنهاد کاری یا مجوزه برای اینکه بتونین از این روش اقدام کنین یا باید یک الا دو کارفرمای کانادایی برای یکی از اون مشاغل مورد قبول به شما پیشنهاد شغلی داده باشن که این پیشنهاد شغلی هم باید المایه گرفته باشن و داستانهای مخصوص خودشو یا اینکه باید یک استان کانادا برای شغل شما بهتون مجوز داده باشه که هر دوی اینها صادقانه میخوام بهتون بگم به دست آوردنشون بسیار سخته پس بس بنابراین یا باید یک کارفرمایی به شما پیشنهاد شغلی داده باشه توی کانادا یا اینکه باید و این پیشنهاد شغلی باید تو اون زیر شاخه های مشخص باشه یا اینکه باید نشون بدید که مجوز دارید بعد از اینکه اینها رو نشون دادید اون وقت میتونید وارد سیستم اکسپرس انتری بشین منتها قبل از این نکته بهتون بگم که در زمین پول باید یه مقدار پول تو حساب بانکیتون داشته باشین که این طبق خط فقر کاناداست که حالا از بحث اینجا خارجه ولی اگر توی اینترنت بزنین لایکو ال آی 2020 من جدول لایکو رو گذاشتم توی وبسایتمون میتونید ببینید توی وبسایت ستلر که چقدر باید پول داشته باشین خوشبختانه در مورد روش CEC احتیاجی به داشتن پول تو حساب بانکی نیست ولی در مورد FSTP و FSWC اگر پیشنهاد شغلی نداشته باشین حتما باید نشون بدید که پول کافی تو حساب بانکیتون دارید به عنوان مثال برای یک نفر آدم که مجرد باشه پولی که باید نشون بدین حدود 13 هزار دلار کاناداست و این پول باید بی و شرط باشه یعنی باید توی حساب بانکی باشه که به راحتی بتونید درش بیارید و حساب مال خودتون باشه اما بریم سراغ سیستم اکسپرس انتری در سیستم اکسپرس انتری شما اگر اون حد ها رو داشته باشین یه فرم آنلاین میرید پر میکنید وارد سیستم میشین و سیستم امتیازات شما رو حساب میکنه این امتیازاتی که برای شما حساب میشه توی سیستم جدیدی میاد به اسم CRS یا Comprehensive Ranking System که یه سیستم 1200 امتیازی است و شما باید امتیازاتتون محاسبه بشه این روزا اگر امتیازتون زیر 460 70 باشه اصلا شانسی ندارید که انتخاب بشین هر دو هفته یه بار دولت کانادا البته این مینیموما ها تغییر میکنه هر دو هفته یه بار دولت کانادا میاد و حدود هر دو هفته یه بار, و دو هفته یه بار. بعض وقت بیشتر وقت وقت کمتر میاد و حدود سه هزار نفر از این کسایی که وارد اون حوزچه اکسپرس انتری شدن کسایی که بالاترین امتیاز رو داره انتخاب میکنه و بهشون یه چیزی میدن بهشون میگن ای یا Invitation تو اپلای که اجازه اقدام دارید اون موقع تازه میرید فرماتون رو تکمیل میکنید مدارکتون رو آپلود میکنید هزینه هاتون رو پرداخت میکنید مدیکالتون رو میدید بعد میرید بکراند چک میشید و اگر همه چیز درست باشه و به خوبی و خوشی پیش بره و مشکلی نداشته باشید اون موقع است که یه برگه رو بهتون میدن به, می به اسم COPR یا Confirmation of Permanent Residence و بهتون یه ویزا میدن که ویزای یک بار است با اون ویزا میتونید وارد خاک کانادا بشید و در مرز مهر میزنن روی اون COPR و شما اقامت کانادا رو دریافت میکنین منتها همه اینا برمیگرده به این که شما امتیاز CRS انتون، امتیاز بسیار خوبی باشه اگر نباشه شانسی ندارید گول افرادی رو نخورید که به شما میگن که میتونید وارد پول اکسپرس انتری بشید پس تمومه بخواد این که شما وارد پول میتونین بشید اگر اون حد رو داشته باشین ولی اشکالش اینه که یک سال آخر اون پول میمونید ولی هیچ وقت دولت شما رو انتخاب نمیکنه. اما اگر امتیازتون بالا باشه حدود 470 به بالا باشه حتما انتخاب خواهید شد بین 450 تا 470 باشه این روزها باید شانس بیارین انتخاب بشین زیر 450 شانستون بسیار ضعیفه مگر اینکه یه استانی اتفاقی شما رو انتخاب بکنه برای مهاجرت به اون استان که اونم احتمالش بسیار ضعیف خواهد بود در مورد گروه FSTC چون امتیازاتشون خیلی پایینه دولت کانادا معمولا سالی دو بار جداگانه اونا رو انتخاب میکنه اونا امتیازاتشون خیلی میاد پایین برای مثال آخرین بار که انتخاب کردن امتیازی که حالا امتیاز 357 بود ولی خب اون فقط برای گروه FSTC هست خب این بحث اکسپرس انتری ما امیدوارم که کلیاتی رو در مورد این روش فرا گرفته باشید و منتظر شما هستم که نظراتتون رو بشنوم و صد البته ویدئوهای بعدی رو ببینید ممنون که با من بودید ارتباط مستقیم